پرسش اول هم این هست خانم طلویی، که زنان فعال کرد در 6 ماه گذشته در ایران چه دستاوردی داشتن در تلاش هایی که انجام دادن؟ بعد حوادثی که اتفاق افتاد و قتل ژینا، حرکتی که صورت گرفت بسیاری از مشخصه هایی رو داشت که به عنوان اولین انقلاب فمینیستی خیلی ها ازش اسم میبرند. طبعا فراز و نشیب هایی داره. ما اون فراز رو حدود ماه اول تا چهارم بیشتر داشتیم و الان دچار یک نشیبی شده، اما این نخوابیده. به هر حال مثل آتش زیر خاکستر هستش و حتی به تعبیر یکی از دوستان در داخل، مثل آبی که داره میخواد جوش بیاد، چیز زیادی نمونده که بالاخره به اون قول نهایی برسه، انقدر وضعیت جامعه اونجا ملتهب هستش. خب در این میان جنبش زنان کرد راستش به یک شکوفایی و فعالیتی رسید که میتونم بگم شاید تا قبل از اون به اون شدت نبوده. فرصتی پیدا شد که بسیاری از فعالان که حتی ممکنه مدتی خودشون رو دور گرفته باشن، خیلی ها رو داشتیم، برها در فراز نشیب‌های جنبش‌های اجتماعی ما این رو داریم که یه مقدار دور گرفته بودن، الان میبینم همه دوباره وارد میدون شدن. در واقع هیچ کس نتونست نسبت به انقلاب ژینا بی تفاوت باشه. دستاوردی که الان داره مخصوصا در این 8 مارس که من خودم به عنوان بهار جنبش فمینیستی میخوام اسمشو ببرم، میبینیم که تشکل‌های بسیار زیادی در انواع و اقسام مختلف شروع به اعلام موجودیت کردن، بیانیه‌های مختلف میاد بیرون، زنان مختلف در جای مختلف درگیر میشن، مثلا کلکتیوهای مختلف ما داریم در اروپا که تظاهرات زیادی راه انداختن، جنبش روشنگری زنان کردستان شروع کرده، جنبش فمینیستی ژینا شروع کرده، آزاد زن شروع کرده و خیلی های دیگه که حالا ممکن من حضور ذهن من نداشته باشم. اما زیباییش برای من این بود که انگار فصل شکوفایی رسیده و یک دفعه میبینین که این باغچه فمینیستی پر گل شد، گلها همه با هم دارن میشکفن، این صدای فمینیستی داره بلندتر و بلندتر میشه و فکر میکنم این خیلی جای امیده. این تشکل یابی ها رو در داخل هم داریم و مخصوصا این که میبینم بالاخره الان اینترنت هست، اینترنت بیشتره نسبت به قبل، در اختیار بسیاری هست، صداهای زیادی از داخل هم شنیده میشه که فعالانه به میدان میان علارغم محدودیت ها و سرکوب ها و حتی نگرانی هایی که وجود داره و اینکه طیف های مختلفی از زنان الان درگیر هستن. یعنی حتی اصلا دیگه نمیشه مدعی شد که فقط طبقه متوسط هستن زنایی که درگیر جنبش های فمینیستی میشن. الان من بسیاری از زنان طبقات مختلف رو میبینم و حتی زنان خانه‌دار که متاسفانه به درازای تاریخ کاری رو که انجام میدن و ارزش کاری رو که انجام میدن و انجام دادن همیشه نادیده گرفته شده و خیلی خوشحالم که صداهای اونها رو هم میشنویم، صداهای دلیر و مخصوصا نسل جوان. اون وقتا که من کردستان بودم اونا در واقع کودک بودن، بچه ها بودن، الان در سن بچه های من هستم و من خیلی خوشحالم که میبینم این نسل الان در میدانن و به هممون شهامت و شجاعت میده. الان در این شرایط فکر میکنید چه چالش عمده‌ای پیش روی زنان به ویژه فعالین کرد هست در این ارتباط؟ بله خب سرکوب همچنان برقراره. ما هنوز مسئله بازداشت زنان رو داریم، هنوز دو خبرنگاری که مسئله قتل ژینا رو آشکار کردن تا جایی که من خبر دارم هنوز در زندانن، زارا جدیدن آزاد شد، زینب جلالیان همچنان در زندانه، زنان دیگری بازداشت شدن، جوانان بسیار زیادی بازداشت شدن. این مسئله فقط منحصر به زنان نیست. مسئله اعدام ها، خطرات فراوانی که به هر حال هست، اون همچنان هست در داخل، این سرکوب همچنان هست
ولی علی رغم سرکوب شکوفایی شجاعت هم هستش. بعد به عنوان مشکلاتی که در واقع سر راه زنان باشه اینه که هنوز عرصه فرهنگی و به خصوص عرصه سیاسی تا مغز استخوان مرسالاره. اینو میخوام بگم که این فقط مختص به کردستان نیست، در ایران هست، در خاورمیانه هست و حتی مرسالار بودن عرصه سیاسی چیزی هست که در کل جهان هم تو همین امریکاش هم خب دیده میشه. این که در امریکا شمال دیده میشه توجیه خوبی باشه که بگیم خب پس اشکالی نداره اونجا هست؟ نه، اتفاق خیلی اشکال داره و در همه جای دنیا خیلی اشکال داره که این مسئله هست. هنوز منحصر بودن فضای فرهنگی و سیاسی در انحصار مرسالاری خودش مانع ایجاد میکنه برای زنان که میخوان تغییراتی ایجاد بکنن. هنوز حضور کارهای زنان نادیده گرفته میشه متاسفانه. مثلا تجمع سیاسی میشه، میرن بالفرض استادی رو متعلق به باشور کردستان مثلا اونجا دعوت میشه و بسیار زیاد اساتید زن کرد رو که داریم در کشورهای مختلف چندین تا داریم اصلا دیده نمیشن و همیشه این نادیده گرفته میشن. در واقع من فکر میکنم علتش اینه که زنانی که به عقلیت خود رهبر رسیدن در واقع نادیده گرفته میشن چون که بلگو نیستن. زنانی که سقف شیشه‌ای رو شکستن و رد شدن اونها ایگنور میشن به خاطر اینکه بلگو نیستن، برای اینکه یه مقاومتی وجود داره که اون عرصه سیاسی و متاسفانه حتی روشن فکری هنوز به شدت داره این جنگ بین فمینیسم و مرسالاری هنوز ادامه داره که مرسالاری میخواد این انحصار رو همچنان حفظ بکنه. بنابراین یکی از مشکلات دیگه هم این میشه که زنان بتونن راهی پیدا کنن برای بازپسگیری عرصه سیاسی، چون که عرصه سیاسی عرصه تصمیم گیری که همیشه زنان ازش دور بودن و خب تصمیم گیریاش در همه ابعاد زنان هم زندگی زنان هم اثر گذاشته. این بازپسگیری خیلی مهمه و خب گروه های مختلف زنان هستن که درخواستشون رو به صورت حق مسلم 50% از تمامی پست‌ها و مناصب سیاسی و غیر سیاسی عنوان میکنن و هنوز در مقابل این هم مقاومت وجود داره که نه 50% زیاده، نه باید از الان بگیم تاب و شکنیه و پاسخ بسیاری از زنان اینه که هنوز خیلی لطف میکنن که 100% رو نمیخوان به عنوان اعلام غرامت چون به درازای تاریخ این عرصه از زنان ضبط شده و مرسالاری در این عرصه تصمیماتی گرفته که نتایجش برای دنیای فعلی هم که میبینید در عرصه سیاسی متاسفانه نتایج شکوفایی نیست. جنگ، مشکلات زیاد که گریبانگیر دنیا هستش به هر حال از اشتباهات سیاسی هستش که مرسالاری سیاسی انجام داده. وقت اون رسیده که زنان یک تعریف جدید از سیاست ارائه بدن و سیاست فقط به عنوان ریاکاری، درویی اینا چیز نشه، تعبیر نشه، در واقع زنان با شهامت و شجاعت بیان یه طرح نو ارائه بدن و این عرصه رو پس بگیرن و تغییرات لازم رو هم بتونن انجام بدن. هرچند که آیا لزوماً فقط پس گرفتن این عرصه میتونه منجر به تغییر بشه؟ نه، این هنوز جای کار زیاد داره، چون که حتی ورود زنان به عرصه سیاسی پیش ساخته‌ای به همین شکلی که هستش شاید نتونه خیلی مفید هم باشه، به خصوص اگه زنان داره آگاهی فمینیستی کافی نباشن، واقعا عملا برابری طلب نباشن، اگه مواظب نباشن که زن ابزاری صورت بگیره و از حضور اونها نمایشی استفاده بشه. بنابراین میخوام بگم چالش خیلی داریم، کار خیلی داریم برای عوض کردن این صحنه ها، هم هنوز راه طولانی در پیش داریم، اما مهم اینه که اون همت هست و اون شکوفایی تجمعات و تشکلات فمینیستی هم شروع شده، نتایجش رو میتونیم در سالهای آینده ببینیم.
چقدر در خود احزاب عمده کرد تلاشی رو شما میبینید برای اینکه خواستهای زنان درش تحقق پیدا بکنه؟ مرسالاری سیاسی در همه جای دنیا هست و احزاب کرد هم از اون بری نیستن. البته ما در کردستان فقط یکی دو حزب نداریم که الان این روزا خیلی اسمشون شنیده میشه، احزاب فراوانی داریم. احزاب دیگه هم هستن، بعضی هاشون راه حل‌های متفاوتی در پیش گرفتن، منتها هنوز مرسالاری سیاسی مسلط هست در مجموع بر فضای سیاسی. بنابراین ما این رو هم میبینیم که خب با وجود اینکه زنان از دیرباز وارد عرصه سیاسی شدن در کردستان هم، اما در سطوح رهبری هنوز جایگاهی ندارن و هنوز انکار میشن. بنابراین از لحاظ دیدگاه فمینیستی به کارنامه سیاسی احزاب کرد در مورد حضور زنان انتقاد جدی وارده، همونطور که عرض کردم این مسئله در کل دنیا هم هست. وقتی که ما شروع کنندگان انقلاب ژینا هستیم، پس باید واقعا هم وقتی ادعای دموکراسی هم میکنیم به چیزهایی که میگیم پایبند باشیم و اول خودمون اجرا بکنیم. من فکر میکنم دیر یا زود مرسالاری سیاسی در کردستان ناچار به تسلیم در مقابل جنبش فمینیستی زنان کرد خواهد بود. رابطه فعالان کرد، زنان فعال کرد با بقیه فعالان زنان دیگری که در دیگر نقاط ایران هستند، تا اونجایی که شما اطلاع دارید چطوره؟ من اسمشو میذارم یه رابطه خوب و چالشی. الان مثلا خب سوشال میدیاها فعالن دیگه و زنان زیادی هم از داخل هم از خارج مشارکت دارن. ما یک دیدگاه های جدید رو میبینیم در میان فمینیست های غیر کرد زبان، اعم از ترک زبان، فارس زبان، بلوچ و دیگر ملیت ها، یک جور نزدیک شدن و درک متقابل رو میبینیم. این هست. در این حال خب فمینیسم که یک جنبشی یک دست نیست، همه طیف‌های مختلف فکری رو داره. متاسفانه فمینیسم مرکزگرا هم یک جورایی هنوز با ما درگیره، یعنی متأثر از سیاست مرکزگرا هستش و یک حالت انحصار طلبانه و هویت زنان ملیت ها و فمینیسم ملیت ها رو اونجور که شایسته و بایسته است هنوز به رسمیت نمیشناسه. این یک مشکل هستش که به صورت جدی مطرحه و مورد نقد هست در میان ما فمینیست های ملیت ها، چون که ما فکر میکنیم که فمینیسم مرکزگرا و فمینیسم که البته نه فمینیسم سلبریتی، اصلا سلبریتی گرایی و فمینیسم مرکزگرا نمیتونن لزوما نماینده فمینیسم ملیت ها یا حالا حاشیه اگه میخواین اسمش رو بذارین، نمیتونن نماینده اونا باشن و این در موج سوم فمینیسم و موج چهارم و بر مبنای تئوری اینترسکشنالیستی خیلی هم قابل درکه. به هر حال همونطور که فمینیست های رنگین پوست صداشون در اومد و گفتن که فمینیسم سفید و مسیحی لزوماً نماینده همه ما نیست و همه خواستهای ما رو نمایندگی نمیکنه، این مسئله در مورد ما هم صادقه. فمینیسم مرکزگرا لزوما نمیتونه تمام خواستهای ما رو نمایندگی بکنه و لایه های مختلف ستم بر روی ما رو همه رو کاملا درک بکنه. بنابراین میگم رابطه چالشیه، اما فمینیست هایی هستن که اتفاقا فمینیست های اینترسکشنال و فمینیست های کویر که درک خوبی از این مسئله دارن، اون وفاق و همدلی داره ایجاد میشه یا حداقل تحمل ها زیادی برای شنیدن همدیگه داره ایجاد میشه و جای خوشبینیه.